راجب تغییر توازن بین المللی، البته که درسته، یعنی که ما در بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی به هر حال اون جهان دو قطبی دیگه وجود نداره و قدرت های اقتصادی جدیدی در دنیا ظهور کردن، از جمله چین و دیگر کشورهای شرق آسیا و همینطور کشورهای عربی مثل عربستان و کشور نفتخیز دیگه هم دیگه از به اصطلاح یک کشورها که صرفاً بر اساس درآمد نفتشون زندگی میکنن، به اصطلاح امورشون رو میگذرانن، تبدیل شدن به کشورهای سرمایه گذار و در نتیجه خیلی در معادلات بین المللی یا حداقل در جهان اسلام خیلی نقش بازی میکنن. آمریکا یا اروپا اون نقشی رو که در دوران اتحاد جماهیر شوروی داشت طبیعتاً نداره، به عنوان یک قطب دنیا در برابر یک قطب دیگه. اما مسئله این هست که همچنان اروپا و آمریکا در بعضی زمینه‌ها برتری‌های خودشون رو نسبت به کشورهای دیگه مثل روسیه و چین دارن، از نظر علمی و دانشگاهی و حتی در بعضی موارد از نظر سیاسی. اما مسئله اصلی برای ما ایرانی ها چی هست؟ مسئله اصلی برای ما ایرانی ها که بعداً خواهم گفت اینه که ما سیاست خارجیمون رو نباید بر اساس اینکه کی دوست ماست کی دشمن ماست طراحی بکنیم و پیش ببریم. ما باید ببینیم که کجا با چه کسانی با چه کشوری منافع داریم. منافع هم دو نوع هستن. یه موقع هست که منافع استراتژیک هستن، یه موقع هست که منافع به اصطلاح کوتاه مدت هستن. منافع کوتاه مدت مثل اینکه شما یه موقع برای خونتون لازم دارین که مبل بخرین، ولی هر روز که نباید مبل بخرین، که یه روز میرین مبل بخرین، بنابراین باید برین یک مغازه خوب پیدا بکنین و یک مبل خوب بخرین. اما شما قراره برای خونتون مواد خوراکی بخرین و این نیازتون به مواد خوراکی یک نیاز دائم و ثابت هست، بنابراین باید یک برنامه‌ریزی متفاوتی برای خرید به اصطلاح مواد خوراکیتون داشته باشید. این یک نیاز استراتژیک هست. در عالم روابط بین الملل ما باید روابطمون رو با کشورها بر این اساس تنظیم کنیم، نه بر اساس اینکه چه کشوری خوبه چه کشوری بده، چه کشوری ایدئولوژیش خوبه چه کشوری ایدئولوژیش خوب نیست. و رویکرد ایدئولوژیک رو باید به کشورها و هویت‌های سیاسی کنار بگذاریم و ببینیم که اون چه که به بهبود وضعیت ایران از نظر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی کمک میکنه و ایران رو به یکی از کشورهای موفق در همه زمینه‌ها بدل میکنه و همینطور ثبات و امنیت و صلح این کشور رو تأمین میکنه در دراز مدت، چه کشورهایی هستن و با اونها روابط معقول برقرار کنیم، نه روابطی که چنان رابطه برقرار کنیم که اگر اون کشور به ما آسیب زد ما چشممون رو ببندیم و چیزی نگیم، کمان که در مورد روسیه بارها پیش آمده، یا اینکه چنان با یک کشوری دشمنی کنیم که اگر دشمنی با اون هم به ما آسیب زد به خاطر نفرتی که از اون داریم به خودمون آسیب بزنیم، یعنی به قیمت آسیب زدن به خودمون با کشوری دشمنی کنیم، همونطور که در مورد آمریکا این اتفاق افتاده. بنابراین اون چه که کار ماست، یعنی کار هر کشوری هست، این هست که در چارچوب منافع ملی با کشورهای دیگه ارتباط برقرار کنه، چه کشورهای منطقه چه کشورهای دنیا. طبیعتاً توازن قدرت تغییر میکنه، که طبیعتاً شما یه موقع مصلحتتون این هست که تا حالا در فلان زمینه از فلان کشور صادر میکردید، امسال از اون کشور صادر کنید، یا وارداتتون بیشتر به سمت اروپا بوده ببرید به سمت شرق آسیا و بالعکس. اینها همیشه پیش میاد و پویایی روابط خارجی همین نشانش هست. اما
اصول سیاست خارجی نباید بر اساس دشمنی و دوستی های ایدئولوژیک بنا بشه. اون چیزی که متاسفانه جمهوری اسلامی درش سیاست خارجی در جمهوری اسلامی برش بنا شده. در مورد ارتباط ما با همسایگانمون و خواستگاه این خود برتربینی، خب در دوره‌های متفاوت بوده. اصولاً خود برتربینی یک به عبارت بیماریه و بیماری یعنی بحران، یعنی که اصولاً یک سمپتوم یا نشانه یک بحران هست. شما اگر بحران نداشته باشین نیازی به خود برتربینی ندارین. خود برتربینی نشانه فقدان اعتماد به نفسه. وقتی شما اعتماد به نفستون از دست میدید، مثل آدمی که تو تاریکی از ترسش آواز میخونه یا داد میزنه، وقتی شما خیلی از خودتون تعریف میکنید که من از همه برترم، یعنی یه مشکلی وجود داره دیگه. یعنی در پس این خود برتربینی یک خود فروتربینی پنهان هست. جاهایی که ما بحران داشتیم این خود برتربینی ظهور کرده و در دوره جدید خب خیلی بیشتر. در حتی شما گفتید در برابر چین و هند و اینها، حتی میخوام بگم در برابر غرب هم ما این خود برتربینی رو داریم. این مرتب میریم از فلان نمونه میاریم که ما ایرانی ها تمدن فلان داشتیم و در تمدن غرب مشارکت داشتیم و اگر ما مسلمان ها نبودیم، اگر ما نبودیم این تمدن غرب هم اینجوری به وجود نمی آمد. اینا که خب اینا همون بحث خود فروتربینیه. و مسئله ای که من مشکلی که دارم با حالا بحث کسانی مثل آقای طباطبایی که از خودآگاهی تاریخی صحبت میکنن، خیلی عجیبه، به خاطر اینکه شما در مورد خودآگاهی تاریخی یا حداقل استمرار خودآگاهی تاریخی در ایران به سختی میتونید حرف بزنید. یعنی خودآگاهی تاریخی اگر هم بوده باشه با هزاران گسست و پارگی هست. یعنی که شما چجوری میتونید از خودآگاهی ملی در کشوری صحبت کنید که تا 100 سال پیشش یک نفر رو پیدا نمیتونستید بکنید که زبان پهلوی رو بتونه بخونه توش، یا کتیبه هایی که به زبان های پیش از اسلام بوده بتونه بخونه. شما چجوری میتونید از خودآگاهی ملی صحبت کنید در کشوری که یا در فرهنگی که مهمترین کتابهاش رو خارجی ها پیدا کردن، نوشتن، چاپ کردن، تصحیح کردن، از شاهنامه بگیرید تا تاریخ بیهقیش، تا بسیاری بسیار دیگر از مهمترین کتابهایی که جز متون بنیادی زبان فارسی و تاریخ ایران به شمار میره. این خودآگاهی تاریخی یعنی چی؟ خودآگاهی تاریخی یعنی نوشتن یک تاریخ. خودآگاهی تاریخی یعنی که یه چیزی که تو هوا که نیست. شما اگر تاریخ یه چیز رو بنویسید و مرتب بنویسید و مرتب باز نگری بکنید، یعنی که شما خودآگاهی تاریخی دارید. آمریکایی ها از 2300 سال پیش تا کنون خودآگاهی تاریخی دارن. یعنی چی؟ یعنی برای هر چیزیشون تاریخ دارن. تاریخ نوشتن، ثبت کردن، مرتب نوشتن، بعد دوباره اون تاریخ رو دوباره از نو نوشتن، نگاه انتقادی به اون تاریخ داشتن و دوباره نوشتن. این میشه خودآگاهی تاریخی. برای یک ملتی مثل ملت ایران که تاریخش رو ننوشته و همین الان که الان هست ما در مورد مهمترین مسائل تاریخ معاصرمون هنوز تاریخ ننوشتیم، چگونه میشه از خودآگاهی تاریخی صحبت کرد به استناد مثلا 4 تا شعر یا 4 تا مثلا کتابی که اون کتابا هم مثلا همین 100 سال پیش ما تازه کشف کردیم، ما فهمیدیم که عجب اینا هم وجود داشته. تا 150 سال پیش شما کسی پیدا نمی‌کردید در ایران تاریخ بیهقی رو خبر داشته باشه ازش یا خونده باشه تاریخ بیهقی رو، یا بسیاری کتاب‌های دیگر رو. این که ما از خودآگاهی تاریخی صحبت میکنیم، اینم خودش یه حرف تاریخی نیست. به هر حال میخوام بگم که
نوعی که ما خودمون رو برتر میدونیم یک روایت غیر تاریخی است، یک تصور غیر تاریخی است از گذشته ما، و بعد فکر میکنیم که یعنی فکر میکنیم که مثلا ما نسبت به افغان ها یا نسبت به مثلا عرب ها یا نسبت به دیگران تاریخمون درخشان تر بوده یا تمدنمون درخشان تر بوده. اینا از نظر تاریخی خیلی دفاع کردن از اینا دشواره. یعنی ببینید که 500 سال پیش برید بخونید و ببینید که آیا ایرانی ها همچین تصوری میتونستن داشته باشن یا نه نسبت به تاریخ گذشتشون، و بعد میبینید که این نوع روایت سازی از تاریخ اینا همه مال دوران جدیده و دوران گذشته وجود نداشته. به هر حال نمیخوام وارد این مسئله بشم، ولی به هر حال خود برتر بینی هر جا که ما خودمون رو در برابر قدرت هایی میبینیم که بزرگترند از ما، خودمون رو شروع میکنیم به باد کردن خودمون. در حقیقت خود برتربینی رویه دیگر خود فروتربینی است، یعنی از دست دادن اعتماد به نفس و اینکه نتونه آدم به خودش به صورت تاریخی و واقع بینانه نگاه بکنه، نقطه های ضعفش رو به رسمیت بشناسه، روی نقطه های قوتش سرمایه گذاری بکنه و از این دوران دشوار عبور بکنه. در مورد آمریکا ستیزی، درست است به یک معنا همه حکومت ایدئولوژیک نیاز به دشمن دارند و جمهوری اسلامی هم با آمریکا نه تنها با آمریکا دشمن هست که به این دشمنی نیاز داره. اما وقتی میگیم آمریکا ستیزی، در همه آمریکا ستیزان دنیا این صدق میکنه که رابطهشون با آمریکا یک رابطه ریاکارانه است. یعنی اینکه اسلامگرایان نه تنها در ایران، در همه جای دنیا بچه‌هاشون رو میفرستن آمریکا و در دانشگاه آمریکا درس بخونن، از محصولات آمریکایی استفاده میکنن، و همونطور که گفتم آمریکا ستیزی در بطن خودش یک نوع فسینیشن، یک نوع شیفتگی شیداگونه و سودازده نسبت به آمریکا رو داره. یعنی اونایی که آمریکا ستیزن هم در قدرت آمریکا خیلی مبالغه میکنن و هم به شدت مفتون آمریکا هستن. یعنی روی دیگرش در حقیقت اون آمریکا ستیزی است. بنابراین این که جمهوری اسلامی خیلی به آمریکا اهمیت میده، بچه‌هاشون میفرستن آمریکا یا چیزای دیگه، به اصطلاح نفی کننده آمریکا ستیزیش نیست. آمریکا ستیزی تقریبا همه جای دنیا همین ویژگی ها رو داره. خلجی، من میرسونم سر مطلبی که سوال دارم. نقل به مضمونی که از سخنرانی جناب علی، میزان وظیفه انسانی و مدنی ما بر اساس درک و آزادی ما شکل میگیره. شاخ میزان نجات پرستی در بین ایرانیان به درستی برشمردید، اما من به عنوان کسی که خارج از ایران دارم زندگی میکنم و تجربه های تازه دارم، میخواستم این رو یه مقدار گسترش بدم. به این معنی که ایرانی کشور تنها تو عالم تجرید نیست و در سیاست خارجی تعاملی با کشورهای دیگه، و در این حال میزان نجات پرستی در کشورهای مختلف میتونه روی سیاست خارجیشون تأثیر بذاره و روی ایرانی هم به همچنین به عنوان یک ملت. مثلا در کشوری مثل نروژ که من در اون زندگی میکنم، اینجا قانون اعدام برچیده شده، اما ارتشش در قالب ناتو در کشورهای دیگه آدم میکشه بدون که محاکمه انجام بشه، بدون که دادرسی انجام بشه. و این آیا میتونه مثالی از نژاد پرستی باشه؟ یا فرض کنید در خود آمریکا در همین ماهای اخیر نسبت به مسئله رنگین پوستان مشکلات ویژه‌ای وجود داشته، یا اگر اشتباه نکنم در یکی از کشورهای آمریکای لاتین، یا اگر درست بگم نیکاراگوآ، در 60-70 سال پیش آزمایش واکسن اونجا انجام میشه که به روی خود آمریکایی‌ها انجام نمیشه و چند وقت پیش رئیس جمهور اوباما از این بابت عذرخواهی میکنه. و
و عرضم حضور شما که کشورهای نزدیکتر مثل اسرائیل هست یا کشورهای خود عربی هستن که نگاهشون نسبت به ایران به چه شکله؟ آیا اونها فارغ از نجات پرستی هستن و با توجه به تأثیری که در عالم واقع خود نجات پرستی و برتر بودن، نه تنها نجات پرستی که در ذهن افراد هست، نجات پرستی عملگرایانه، یا مثال دیگه میتونه استرالیا باشه مثال پناهجویان و قوانین که وضع میکنه. در چنین عالمی آیا کم کردن حتی از دیدگاه نظری این به نفع سیاست خارجی ما خواهد بود، یا وضعیت ما رو کم کردن از احساس نجات پرستانه در دنیای امروز و در واقعیت سیاست جایگاه بهتری میبخشه؟ سپاسگزار از فرصت وقتتون. بله، به صحبت این دوستمون پاسخ بدم. ببینید، مشکلاتی که شما گفتید همه درست هستن، منتها نسبتشون فرق میکنه. اگر کسی معتقد باشه که کشورهای دموکراتیک بهشت برینن و هیچ مشکلی ندارن و همه مشکلات انسانی درش رفع شده، خب طبیعتاً از دموکراسی یک تصور نادرستی داره. دموکراسی یک فرایند، یک پروسس، یعنی شما هیچ موقع نمیتونید بگید خب این کشور دموکرات شد، دیگه ما فعالیت سیاسی رو بذاریم کنار و دیگه مثل یه محصول که ساختیم تموم شد، این ساعت وقتی میسازیم تموم میشه دیگه میذارینش کنار. دموکراسی اینطوری نیست. دموکراسی یک فراینده، یعنی که شما مرتب باید در یک نظام دموکراتیک علیه فساد، علیه ستم، تبعیض، نابرابری، محدودیت آزادی مبارزه کنید. به همین دلیل هم هست که فرق حکومت دموکراتیک با حکومت غیر دموکراتیک این نیست که در حکومت دموکراتیک ستم نیست، نابرابری نیست، تبعیض نیست. به نظر من فرقش فقط اینه که در حکومت دموکراتیک سیاست زنده است، در حکومت غیر دموکراتیک سیاست مرده است. یعنی چی؟ یعنی در حکومت دموکراتیک شما یک قلم رو به عمومی دارین که بدون ترس از تهدید جانی و فیزیکی میتونید در اون قلم رو به عمومی برای اهداف و آرمان‌های خودتون فعالیت کنید، سازمان تشکیل بدید، کتاب بنویسید، مقاله بنویسید، حزب درست کنید، راهپیمایی کنید. اینها در حکومت غیر دموکراتیک وجود نداره. بنابراین در آمریکا مثلا حکم اعدام در برخی از ایالت‌هاش وجود داره، ولی فرقش با چین و با ایران که حکم اعدام هست اینه که شما به راحتی در اینجا میتونید علیه حکم اعدام فعالیت کنید. حتی در اون ایالت‌هایی که اعدام هست شما میتونید فیلم بسازید علیه حکم اعدام، شما میتونید مقاله بدید، شما میتونین سازمان تشکیل بدین، شما میتونین دیگران رو دعوت کنین به اینکه علیه این مسئله اقدام کنن. بنابراین تفاوت بین این دوتا سیستم، تفاوت زنده بودن قلمرو عمومی و مرده بودن قلمرو عمومی است. تفاوت روشن بودن قلمرو عمومی و تاریک بودن قلمرو عمومی است. تفاوت زنده بودن یا امکان فعالیت سیاسی و عدم امکان فعالیت سیاسی است. بنابراین در همه این کشورها این مشکلات هست. اما در مورد ایران من معتقد هستم که کشورهای عربی سه تا قدرت بزرگ در منطقه هست، یکی ترکیه و یکی عربستان سعودی و یکی ایران. متاسفانه هر سه این قدرت ها سیاست هاشون، سیاست خارجیشون توسعه طلبانه است و اقتدار طلبانه است و به تنش‌ها و خشونت‌های بیشتر در این منطقه دامن می‌زنند. دولت آقای اردوغان
خیلی آشکارا دنبال احیای امپراتوری عثمانی بوده. جمهوری اسلامی هم در پی گسترش و نفوذ خودش در منطقه است و عربستان سعودی و قدرت‌های عربی هم آشکارا یک سیاست ضد ایرانی دارند. تمام اینها سیاست‌های غلط و خطرناک و خشونت ساست. هیچ شکی نیست که سیاست کشورهای عربی، حالا در داخل کشورهاشون که تنش‌های فرقه‌ای رو دامن می‌زنن که بسیار غلطه، در سطح منطقه هم از زاویه عرب عجم و شیعه سنی تمام سیاست‌ها رو می‌بینن، این هم غلطه، اینا بحث درش نیست. اما ما به عنوان یک ایرانی نمی‌تونیم بگیم که چون عرب‌ها ضد ایرانی هستن پس ضد عرب بودن ما هم توجیه میشه، یا اگر عرب‌ها ضد شیعه هستن ضد سنی بودن ما توجیه میشه، چون عربستان سعودی شیعیان رو تحت تبعیض قرار میده در کشور خودش، پس ما هم اشکال نداره که سنی‌ها رو تحت تبعیض قرار بدیم. یک نکته رو من خدمت شما بگم و اون که در ادامه اینجا هم اشاره میکنم که اون چیزی که در دراز مدت منافع ملی ما رو تأمین میکنه دموکراسی است. اون چیزی که یک کشور رو میتونه در برابر دشمنان خارجیش برای مدت طولانی محافظت کنه دموکراسی است. چون یک دولت به تنهایی نمیتونه بگه آقا مردم، من مردمم رو سرکوب میکنم، خودم وظیفه محافظت از مرزهای کشور رو به عهده میگیرم، خودم وظیفه محافظت این کشور رو در برابر دشمنان خارجی به عهده میگیرم. نه، دولت باید به گونه‌ای باشه که شکاف یا گسست عمیقی میان اون و ملت وجود نداشته باشه. اگر جمهوری اسلامی یا اگر حکومت در ایران به شکلی بود که نابرابری‌های عقیدتی، نابرابری‌های قومی و نابرابری‌های مذهبی رو از میان می‌برد، اگر یک دیپلمات سنی اهل مثلا سیستان و بلوچستان یا اهل کردستان اگر انقدر شایستگی داشت که در حد وزیر خارجه بود، شما تصور کنید ما یک وزیر امور خارجه داشتیم که به خاطر صلاحیت‌هاش سنی بود و کرد بود، یا سنی بود و بلوچ بود، یا سنی بود و عرب بود. آیا این جنگ روانی که عرب‌ها علیه ما را انداختن که ما ضد سنی هستیم آیا به جایی میرسید؟ نه. یعنی ما میتونستیم خیلی از این تبلیغات ضد ایرانی یا ضد شیعی رو با برقراری دموکراسی در ایران از بین ببریم. لازم نبود که دولت بیاد از ایران حمایت بکنه. شهروندان ما، شهروندان ایران خودشون بزرگترین گواهان و بزرگترین حامیان در حقیقت ایران می بودن. ولی وقتی که شما سنی ها رو ناراضی کنین، کرد ها رو ناراضی کنین، بلوچ ها رو ناراضی کنین، عرب ها رو ناراضی بکنین، این نارضایتی های فرقی و قومی و مذهبی و زبانی و اینا همه به کار گرفته میشه از سوی دشمنان ایران برای اثبات ادعاشون. بنابراین من معتقد هستم که برعکس اون چیزی که گفتین، ایران اولا این استعداد رو داره برای اینکه یک کشور دموکراتیکی باشه و ثانیاً برقراری دموکراسی در ایران هیچ گونه خطری برای یک پارچگی ارضی و حاکمیت ملی و تقویت این کشور در دراز مدت ایجاد نمی کنه، هیچ که ضامن اون هم هست.